سنان گرامی و بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما و برنامه سرزمین جاوید. امروز چهارشنبه است و هفتم از ماه مارچ سال 2012 میلادی. در خدمت شما روزهای چهارشنبه پرداختیم به بعضی داستانهای کتاب شاهنامه و در بخش پایانی داستان رستم و اسفندیار هستیم. امروز هم دنباله مطلب رو خدمت شما خواهم خواند. میدانید که این انتخابات آمریکا در جریان هست و اینها بایستی به لحاظ تعداد دلگت به قول معروف به یک حد نصابی برسن تا نماینده بشوند از حزبشون. این تعداد هم بستگی به تعداد در واقع جمعیت هر کانتی و اینها داره، حساب کتابش هم خیلی پیچیده است و اینها، اما هنوز کسی نرسیده است به این حد نصاب. و قانونهایی هست که اگر که یک کاندیدا نرسید چه بکنن اون روزگار. خیلی کم اتفاق افتاده، اما این آقای رامنی که در واقع امروز فرانت رانر هست به قول معروف، این هم به نظر نمیاد که اون محبوبیتی که باید به طور قاطع داشته باشد که بتواند که فرض فرمود خطری برای رئیس جمهور ایجاد بکند. معمولا هم بیرون کردن رئیس جمهور منتخب که در آفیس هست، در قدرت هست، مشکله. یعنی عرض شود که یک مزایای او داره و اینها که مشکل هست. خیلی باید کاندیدا نیرومند باشه و خیلی باید این رئیس جمهور بیارزه باشه واقعا که یک کاندیدای جدید رو بیرون کنند. در تاریخ آمریکا جمعا 3 بار این اتفاق افتاده است. یکی در روزگار هوور بوده، هوور که امروز لگسیش 100 هست، و این که گفته بود که هیچ چاره ندارد، این وضعیت ورشکستگی آمریکا هیچ چاره ندارد، این شرایط جهانی است. هوور یه ترمه معروف بود تا جیمی کارتر پیدا شد. جیمی کارتر پیدا شد و این مرد خوبی است. این جیمی کارتر، من حالا میگم مرد خوبی است و این استبدادیون قدیم، آقا کجا مرد خوبی است؟ خب آدم خوبی است پدر جان، این مرد آدم ساده دهاتی است، حقوق بشری است، طرفدار هم چی است، اهل صلح است، هم بیورزه بوده، آدم سیاستمدار. فرق هاست بین آدم خوب بودن و سیاستمدار خوب بودن. جیمی کارتر یه ترمه شد. بله، جیمی کارتر یه ترمه شد و عرض شود که آقای رانالد ریگان او رو بیرون کرد. خیلی مرد نیرومندی بود، سخنور بسیار بسیار بلیغی بود، دهان گرمی داشت و در جریان اصلی فرهنگ آمریکا بود این آقای ریگان و برنده شد. بعدش هم بوش پدر رو داریم، بوش پدر، بله آقای بوش پدر، رید مای لیپس، اینم لگسیش رید مای لیپسه، یعنی به لب من نگاه کن، حرف منه ببین. این اصطلاح آمریکایی است، read my lips، یعنی اون چی میگویم باور کن. من مالیاتو بالا نمیبرم، مالیاتو رو چند برابر کرد، حالا هنوز هم میخندن آمریکا میگن read my lips. و آقای کلینتون او رو بیرون کرد در واقع بعد از یه ترم. اینا 3 پرزیدنت هستن در تاریخ آمریکا که یه ترمه بودن. و آقای اوباما ضمن این که حالا خیلی موقعیت مستحکمی هم ندارد، اما از اینا بهتره در واقع، به گمان من برنده میشه. آقای اوباما برنده میشه چون در صورت یک سیاست خارجی خوبی داشته. میدونید که آمریکا خیلی بدنام بود در روزگار بوش، اینا این جمع و جور کرده و هر سبت که بعض اقتصاد آمریکا درخشان نیست، اما در حال بازگشته. این کشور هم اونقدر پهناور و اقتصادش اونقدر گسترده است که وقتی یک چیزی خراب شد ساختنش مدتها طول میکشه. این دیگه موضوع نمیدونم اقتصاد یه نفره یه خانواده نیست که با 50 دلار و 100,000 دلار رو بعدش درست بشه اینا. اما تمام این شاخصهای اقتصادی میگن که اقتصاد داره خوب میشه. این است که گمان نمی کنند که اینها بتوانند حریف آقای اوباما بشه. من درستانی اوباما سابقه آخوندی داره بابا جان، حریف آخوند که نمیشه شد که. اونچنان لفاظی می بلدن و عرض کنم که استوار بر کلام هستن آخونده و اینها، ایشون هم سابقه آخوندی داره.
چندین سال آخوندی میکرده، آخوندی که یعنی وارد کلیسا میشده و به تکنیک ها خیلی وارد است و مرد خوبی است. اوباما هم انسان شایسته و خوبی است به گمان من. خب اجازه بدید بریم سر داستان رستم و اسفندیار. اینجا اوج تراژدی است در واقع، یعنی اونجایی که جهانبین اسفندیار یعنی چشمان او از میون میرود و این هر چقدر که خیلی به عنوان سمبولیک ما میتوانیم یه استنتاج ها بکنیم، در واقع آدم ایدئولوگ به گونه دیگر به دنیا نگاه میکنه. دیدید این توده های پشیمان، اینها اون روزها از چشم اسفندیار نگاه میگه. حالا اون جهانبینشون در واقع اون نوع جهانبینیشون از میان رفته. اسفندیار هم تیر به چشمش میخوره که چاره ای نیست جز این که اون نوع دید از میان برود و اون طرز نگاه به جهان. دیدید که با چه خشم و خروشی و چه تهدیدی و چه بی حساب و چه بی کتاب و چه بی منطق آمده و میگوید که من باید تو رو ببندم ببرم خدمت شاه. از این دیگه سخن نااستوارتر و استدلالی فاسدتر، هرچه آقا برای چه شما خودم میام چنین میکنم، آخه فرمان شاه هست و من تو باید تو رو ببرم چنین و چنان. اینجا پایان داستان هست که در واقع با در واقع چاراندیشی زال و سیمرغ رستم اون چوب گز رو ساخت و آماده کارزار شد. آخرین لحظه هم باز خواهش ها کرد که اسفندیار روی از جنگ بگرداند. جواب اسفندیار چنین بود: ببینی کنون تیر گشتاسپی، دل شیر و پیکان لهراسپی. یکی تیر بر ترگ رستم بزد، چنون که از کمان سوارون سزد. تهمتن گزن در کمان راند زود. این قید زود که اینجا آمده یعنی در واقع رستم دید هیچ چاره‌ای ندارن، دوباره زخم میخوره تن خود او و تن رخش. باز اینجا در واقع آماج تیرهای اسفندیار میشود. اینجا تهمتن گزن در کمان راند زود، برانسان که سیمرغ فرموده بود. مرکت پس شما از این نسخه چاپ مسکو میخونم: تمتن گزن در کمان راند زود، برانسان که سیمرغ فرموده بود. بزد تیر بر چشم اسفندیار، بزد راست بر چشم اسفندیار. هم بسیار دیده شده در این نسخه ها: سیاه شد جهان، سیاه شد جهان پیشان نامدار، خماورد بالای سرو سهی یعنی اسفندیار. از او دور شد دانش و فرهی. بله، اینا همه در واقع اینا صفات انسان زنده است، دانش و فرهی. اینا دیگه لحظه مرگ رسید همه اینها فرو می‌ریزه. تمام شد با یک زخم تیر، تمام شد همه این هیاهوی و افزون طلبی و میدانداری و رجزخانی و همه چیز فرو ریخت. گویا پرده فرو افتاد، یک پرده سیاه آمد. بزد راست بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش آن نامدار، خماورد بالای سرو سهی. از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش زده است. اون کمانی که در واقع روز پیش تن رخش رستم رو به هم دوخته بود از کف اسفندیار فرو افتاد. خب گرفته فش و یال اسب سیاه، ز خون لعل شد خاک آوردگاه. چون این گفت رستم به اسفندیار که آوردی آن تخم زفتی به بار، تا آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم. حالا در واقع نوبت رستم شد در جواب اون همه رجزخانی ها
که ببینی کنون تیر گشتاسپی دل شیر و پیکان لهراسپی. رستم داره جواب میدهد: تا آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم، من از شست تو 8 تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نام و ننگ. من از شست تو 8 تیر خدنگ، همین گفتن از شست. حالا من یه روز به شما این مجسمه قدیم رو نشون میدم که در طاق بستان جاه هست. معمولا پادشاه ایران سوار عرابه هست با کمان، چون این کمان در واقع حکم سلاح برنده داشته در میدانهای جنگ نزد ایرانیان به خصوص. خیلی از داستان این کمانداری ایرانیان اشکانیان در بیرون کردن یونانیان و ایرانیان، در واقع همون اشکانیان در جنگ کاسوس، اینا داستان کمان خیلی 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 مهم هست. در روزگار صفوی هم چنین بوده، بهترین کمانسازا در ایران بودن در شهر چاچ، بعد کرند مرکز این کار شده است، کرند در کرمانشاه در روزگار شاه اسماعیل. اینها کمانهای سامی ساختن، اصطلاح هم میگوین کامپاوند. حالا شکلش یه روز باید بیارم اینجا، نمونهاش هنوز هست تو موزه ها و اینها که چگونه بود. باری در دستش بود اسفندیار و از دستش افتاد. خیلی خوب میگوید: تا آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم، من از شست تو 8 تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نام ننگ، از بحر نام و ننگ، به دلیل نام و ننگ، به یک تیر برگشتی از کارزار بخفتی بر آن باره نامدار. چون صحنه رو خیلی خوب فردوسی تجسم داده است که اسفندیار بعد از خوردن تیر سرش خم شد بر روی یال اسب، بخفتی بر آن باره نامدار، هم اکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت. اگه بیاد داشته باشیم در مقدمه داستان، اونجایی که اسفندیار مصمم شده است و کتایون مادر اسفندیار دختر قیصر شنیده است که به چه مأموریتی گشتاس اسفندیار رو دارد میفرستد، میاد و باش صحبت میکنه. کتایون خورشید رخ پر ز خشم، به پیش پسر شد پر از آب چشم، بدو گفت کی فرخ اسفندیار، تویی از یلان جهان یادگار، ز بهمن شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی به زابلستان، به بند آوری رستم زال را خداوند شمشیر و کوپال را. مادره در اندیشه تو بود. یک نوع تحقیرم البته هست که بگیرد مثلی که یک طفلی رو با یک طفلی صحبت میکنه، چون معمولا این رابطه مادر بیشتر مترصد احوال طفل خود هست. البته انسان همواره طفل مادرش هست، اما اینجور سخنان در این اسلوب بیان حماسی یک در واقع فهوای از تحقیر هم اینجا درش هست. همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادره. خیلی خوب. همانگه سر نام بردار شاه نگون اندر آمد ز پشت سیاه، همانگه سر نام بردار شاه نگون اندر آمد ز پشت سیاه. این اسب اسفندیار اسبی بود سیاه، در واقع پشت سیاه، نمیگوید اسب سیاه، پشت سیاه. خیلی خوب. زمانی همی بود تا یافت هوش،
بر خاک بنشست و بگشاد گوش. مدتی طول کشید تا اسفندیار در واقع حال خودش رو پیدا کرد، یافت توش جان گرفت و چون دیگه چشمی نداشت بر روی خاک نشست و گوش فرا داد. اجازه بدید که یک بریک خیلی کوتاه بگیریم، برگردیم خدمت شما به مدت یک دقیقه یا اندکی کمتر و برگردیم خدمت شما و دنباله داستان رستم و اسفندیار تا چند لحظه دیگر. با درود بر شما وطنان گرامی، شاهنامه می‌خوانیم خدمت شما. امروز هم صدای پژمان رو خواهیم شنید در مرحله بعدی. خب همون گه سر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه. زمانی همی بود تا یافت هوش، بر خاک بنشست و بگشاد گوش. یه واقعا چاره هم نداشت جز اینکه با گوشش سر تیر بگرفت و بیرون کشید. همه یا نوشته از همی، حالا همی پر و پیکانش در خون کشید. همون گه به بهمن رسید آگهی، که تیره شدن فر شاهنشهی. سر اسفندیار خبر آمد که اسفندیار چنین شد. بیامد به پیش پشوتن بگفت، که پیکار ما گشت با درد جفت. تن ژنده پیل اندر آمد به خاک، دل ما از این درد کردن چاک. برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه، تا بر پهلوان بدیدن جنگی برش پر ز خون. یکی تیر پرخون به دستن درون، پشوتن برو یعنی به خاطر او، برای او، برو جامه را کرد چاک. خروشان به سر بر همی کرد خاک، همی گشت بهمن به خاک اندرون. به مالید رخ را بدون گرم خون. خیلی خیلی غم انگیزه داستان. پشوتن همی گفت راز جهان، که داند زدین آوران و مهان. پشوتن همی گفت راز جهان، که داند زدین آوران و مهان. میگه راز جهان رو این پیغمبر هم بلد نیست. پشوتن همیشه فلسفی صحبت میکنه. پشوتن یک مرد فیلسوفی است در خدمت اسفندیار. که داند زدین آوران و مهان، چو اسفندیاری که از بهر دین. به مردی براهیخت شمشیر کین، جهان کرد پاک از بد بت‌پرست. به بدکار هرگز نیازید دست، به روز جوانی هلاک آمدش. سر تاجور سوی خاک آمدش. فراوان برو بگذرد روزگار، که هرگز نبیند بد کارزار. جوانان گرفتندشان در کنار، همی خون ستردند زن شهریار. پشوتن بروبر همی مویه کرد، رخی پرز خون و دلی پرز درد. همی گفت زار یل اسفندیار، جهان جوی و از تخمه شهریار. که کند این چنین کوه جنگی ز جای، که افگند شیر جیان را ز پای. که کند این پسندیده دندان پیل، که آکند با موج دریای نیل. چه آمد بر این تخمه از چشم بد، که بر بد کنش بیگمان بد رسد. کجا شد بر از من درون ساز تو، کجا شد به بزمون خوش آواز تو. مرسی خانی در واقع اونجا از زبان پشوتن. کجا شد به رزمن در اون ساز تو. ساز یعنی ساز و برگ جنگ، معنی اینسترومنت نمیده، یعنی ساز و برگ جنگ. کجا شد دل و هوش و آیین تو، توانایی و اختر و دین تو.
چو کردی جهان راز بدخواه پاک، نیامد از پیل و از شیر با، کنون آمدت سودمندی کنا به کار، که در خاک بیند تو را روزگار، که نفرین بر این تاج و این تخت با. بدین کوشش بیش و این بخت باد، که تون چو سواری دلیر و جوان، سرفراز و دانا و روشن روان، بدین سان شود کشته در کار زار، به زاری سرایت برو روزگار. در کمتر مرگی این اتناب هست در شاهنامه. در مرگ سیاوش اینا که سوزناکترین مرگ هاست، نو به نو تازه میشه در بیان، اما پشت سر هم کمتر، حتی برای رستم دو سه بیت بیشتر نیست. دریغا گوا شیر دل رستما، فروزنده تخمه نیرما، گوا شیرگیرا یلا مهترا، دلاور جهانگیر و کنداورا. دو بیم در مرگ اسفندیار اتناب هست اینجا، بسیار زیبا، که نه تاج بادا و نه تخت شاه، نه گشتاس و جاماس و اون بارگاه. چون این گفت پردانش اسفندیار، که این مرد دانای بهروزگاه. خیلی جالب است که در موقع مرگ مثل که این پرده در واقع تاریکی که بر چشمش فرو افتاده، اما چشم دلش گویا روشن شده، سخنان خردمندانه و لطیف گفته است. چون هنگام مرگ اون در واقع رجزخانی ها و افزون طلبی ها و عرض کنند که جنگ خواهی ها و ابراز دلاوری ها یک مرتبه فرو بیفته، یک در دیگری باز شده در واقع. این همین احوال در سهراب هست. در سهراب هست، اونجایی که پهلوش رو دریر رستم، یک سهراب دیگری شده. از این نامداران و از زبان سهراب گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان، که سهراب کشتست و افکنده خار، همه خواست کردن تو را خواستار. کنون گر تو در آب ماهی شوی، و یا چون شب اندر سیاهی شوی، و یا چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. می فرماید پدر باز خواهد ز تو کین من، چو بیند که خشت است بالین. و برستم میگوید تو زین بیگناهی، که این کوش پشت، یعنی فلک قدار و آسمان کجرفتار و قول قریم دستگاه خلقت، مرا برکشید و به زودی بکشت، به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. حالا در این تصحیح جدید و بعض شاهنامه ببینید چه تناقضی با چه گرفتاری با تغییر یک کلمه ایجاد میشه. به بازی به کویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یال من. کجا ابری نیست، کدام ابر آقا پدرشان، اصلا کودنی در با کل صحنه و اون ذهنیت و اون از اون چه باید باشد که بارها تکرار شده، اینها در تناقض کتاب خراب میشه با یک کلمه ناجور ساختار شکن. به قول بر به بازی به کویند، یعنی در واقع از چهره سهراب اون پهلوانی ها و ابراز دلیری ها و اون شجاعت ها به کنار رفته، بازگشته به طبیعت ساده کودکانه خودش، و میگوید به بازی به کویند همسال من، بچه رفاق من دارن بازی میکنن، به خاک اندر آمد چنین یال، افسوس میخوره. نه که به ابر اندر آمد، کدوم ابری در خاک و خون داره میغلطه، نه شما نمیدید، میگوید من مشهور شدم. اصلا این صحبت ها نیست در حماسه، این حرف ها نیست. مشهور شدم، به بازی به کویند همسال من،
به خاک اندر آمد چنین یاد من. سهراب به طور کل فراموش شده اون داستانهایی که میگفت و اینها. اینجا هم همینجور زبانش رو در واقع تا حالا هیچ گونه استدلال عقلی و درستی نداشت. اسفندیار به واسطه اون نگرش خاصی که به جهان داشت و به شاه داشت و به دین داشت، اما اینجا که هنگام مرگ فرا رسیده کاملا یک آدم دیگری است. بله، چنین گفت پردانش، اینجا صفت پردانش برش اسفندیار، که ای مرد دانای بهروزگار، مکن خیشتن پیش من بر تباه، چنین بود بهر من از تاج و گاه. چنین بود بهر من یعنی بهره من، قسمت من از داستان پادشاهی همین بودی که ملازم میکنید. تن کشته را خاک باشد نهال، تا از کشتن من بدین سان منال. کجا شد فریدون و هوشنگ و جم، زباد آمده باز گردد به دم. همون پاک زاده نیاکان ما، گزیده سرفراز و پاکان ما، برفتند و ما را سپردند جای، نماند کسن در سپنجی سرای. چه درست گفته واقعا، نماند کسن در سپنجی سرای. در واقع یه چیز مهم خدمتتون بگم، حالا تو رانندگی که میکردم میمدم به فکرم اومد که این شاهنامه که میگن آخرش خوش است، در واقع آخرش خوش نیست. حالا این مرد شاعر محترمی هم رفته ایران کلاس شاهنامه باز کرده، گفته شاهنامه خوش است این است که یعنی وقتی که زمستون ها میخوندن، زمستون که تموم میشد بهار میمد، بهار که میمد درخت ها گل میکنن، شاهنامه آخر. آقا این چه تعبیری است میکنی؟ مرد نیک، مرد شاعر عزیز من، نگاه کن به کتاب، یه تراژدی است. مثلا حیات بشری یک تراژدی، تمام این تشکیلات خلقت هم یک تراژدی. شاهنامه آخرش خوشه یک اصطلاح ایرانی ها ساختن، یعنی بسیار بسیار غم انگیز، تراژیک پایان شاهنامه. چون بعد از این داستان رستم که پهلوان پهلوانان و سر نامداران هست، با خیانت یک برادر خائن کشته می شود، تن او و تن رخش هر دو به چاه می افتن. خیانت برادر و با بیرون رفتن رستم رنگ حماسی ابیات البته کم میشه و داستانهای تاریخی است. پایان شاهنامه هم که البته داستان دزدان مدینه است و تسخیر ایران و قتل عام‌ها و فرو افتادن اون دولت بیدار و اون دولت بزرگ امپراتوری ساسانی، و شاید این یک کنایه‌ای باشد از کل دستگاه خلقت، دستگاه ما زمینی ها. چون قدیمی ها هم در واقع معتقد به کون و فساد بودن که دنیا دائم در حال خلقت و در حال از بین رفتن هست و پایان زندگی رو و پایان این جهان رو، جهان ما رو عرض بکنم، همین زمین و بند و بساط اینا رو پیشبینی میکردن. حتی در آیین زرتشت هست که یک سنگ خیلی بزرگ آسمانی برخورد میکند به زمین و زمین نابود میشه. امروز میدانیم که فیزیک به ما میگوید که زمین اگر بماند تا اون زمانی که خورشید سوختش تمام میشود و متورم میشه تا زمین به درون خودش میکشه و همه چیز بخار میشه و تمام حیات از میان میره. همین تراژیک دیگه، در واقع دو جهان کون و فساد به قول مرد. این است که این نیست که خربوزا در میاد و سیبا خوشمزه میشن میگن آخرش خوشه، نه، خیلی تراژدیه، خیلی توان میخواد خوندن شاهنامه. از ابتدا تا انتها داستانهای پهلوانی، پیروزیها، نشاط، جشنها، نشستها، میخوارگیها هست، اما در پایان همواره رنگ تراژدی همواره
قویتر و قویتر قویتر می شود. خیلی خوب. خب میگوید که کجا شد؟ بله برفتند و ما را سپردند جای، نماند کس اندر سپنجی سرای. فراوان بکوشیدم اندر جهان، چه در آشکار و چه اندر نهان، که تا رای یزدان به جای آورم، خرد را بدین رهنمای آورم. چو از من گرفت این سخن روشنی، ز بد بسته شد راه آهرمنی. زمانه بیازید چنگال تیز، نبود زو مرا روزگار گریز. در حالی که چونیک بنگریم خود اسفندیار بود که به استدلال‌های رستم گوش نکرد، اما همواره در حماسه‌های جهان همواره دست تقدیر همواره نقشی داره، همواره قضایا منتسب می‌شوند به عرض کنم بازی روزگار و دست تقدیر. این یک امری است که شما تو حماسه‌های یونانی و ایرانی و هندی و غیره و اینا هم هست. میگه روزگار نخواست، من همین کارا رو کردم اما روزگار نخواست و این عاقبت من بود. زمانه بیازید چنگال تیز، نبود زو مرا روزگار گریز. امید من آن است که اندر بهشت، دل افروز من بدرود هرچه کشت. به مردی مرا پور دستان نکشت، نگه کن بدین گز که دارم به مشت. گفت رستم در میدان دلاوری منو نکشت، تدبیر کرد، نیرنگ زد، نگه کن بدین گز که، چون تیر کشیده بود بیرون را در دست خودش نگاه داشته بود. به مردی مرا پوگ دستان نکشت، بدین گز نگه کن، یا نگه کن بدین گز که دارم به مشت. یک بیتی هم از خیلی مشابه این هست در جنگ هومان و بیژن. ز بیژن فزون بود هومان به زور، بعد می‌فرماید که هنر عیب گردد چو برگشت هور. بازی روزگار می‌خواست که هومان به دست بیژن کشته بشه، وگرنه هومان دلاورتر بود از بیژن در جنگ دوازدهرخ باسی باشه. خب به مردی مرا پور دستان یعنی رستم نکشت، نگه کن بدین گز که دارم به مشت. بدین چوب شد روزگارم به سر، ز سیمرغ و از رستم چارگر. دویتی که چوب روزگار ما تمام شد، روزگار ما به سر آمد. خب فسون ها و نیرنگ ها زال ساخت، که اورند و بند جهان او شناخت. حالا روی لغت هم باز چیز کنیم، نوشته است که اروند و بند جهان. چو اسفندیار این سخن یاد کرد، بپیچید و بگریست رستم به درد. اسفندیار این حرفا رو میزد، پشوتن و بهمن هم بودن، این در واقع این گفتگوی خیلی حزین رستم میشنید و رستم میگریست و رستم میگریست بر این احوال، چون رستم نمیخواست از ابتدا چنین اتفاق بیفتد و اسفندیار گوش نکرد. اجازه بدید که یه بریک میگیریم و بعد صدای پژمان رو میشنویم. در باقی مونده وقت دنباله داستان رو خدمت شما حتما میخوانیم، ببینیم چه شد. با درود بر شما هموطنان گرامی، داستان رستم و اسفندیار رو میخوانیم از شاهنامه فردوسی نسخه چاپ مسکو. در واقع اوج داستان هستیم. فکر کنم پژمان روی خط هستن. آقای پژمان درود بر شما عزیزم. درود بر شما جناب استاد مشیری. حالتون چطوره قربان؟ قربان تو
دوستتون دارم، ممنونم، متشکرم. به هر حال ما هر وقت صدای شما رو میشنویم و شما رو در فرصونم که تیوی میبینیم خوشحال میشیم و انرژی میگیریم. قربانتون برم، شما محبت دارید دوست عزیز. خوب هستین شما؟ بسیار عالی عزیزم. بله جانم، فکر کنم بازدید وقت من یه چنده که از داستان رستم اسفندیار در ارتباط با اینکه سفارایی لشکر رستم و صحبت کردن با زواره است، چنده ای که برای خون. بله بله بفرما عزیزم، بفرما. نگهبان تن کرد برگرد برد من دید فتران که زیر مردت بران باره تیل پیشر نشد آی بفرمود تا شد زبور برش برا اون سخن را از لش گرش بدو با لشکر آرای باش بر کوهه ریک بر پای باش بیاد زبان سپه یک چست به میدان کار به دشت نبست همتن حیرت نیزم به دست شو بیرون شد از جایگاه نشست سپاهش برو خواندن آفرین چه بی تو مبودت و کوپال و زین همی رفت رستن زبار پسش کجا بود در پادشاهی کسش آدرود دجوار و همه کار کنان تلویزیون پاس و امید پیروزی ملت ایران. خدا یار و نگهدار همه. درود بر شما، بسیار بسیار زیبا خوندن. امروز پژمان مقام رو تغییر داده بود، خیلی هم زیبا بود. خب اجازه بدید در این وقت باقی مانده عرض شود که بپردازیم به چند بیت دیگر. خب چو اسفندیار این سخن یاد کرد بپیچید و بگریست رستم ز درد چنین گفت که از دیو ناسازگار تو را بهره رنج آمد به کار چنان است کو گفت یک سر سخن ز مردی به کجی نیفکند بن رستم تأیید کرد ز مردی به کجی نیفکند بن نفی نکرد حقیقتی که اسفندیار گفت رو نفی نکرد مردانه پذیرفت که درست میگه اسفندیار درست میگه و ما در واقع ترفند به کار بردیم معنیش این است
چنان از کو گفت یک سر سخن، ز مردی به کجی نیفکن بن. یا اینکه اشاره است به اسفندیار در واقع، یعنی اسفندیار درست کن که تا من به گیتی کمر بستم، بسی رزم گردن کشان جستم، سواری ندیدم چو اسفندیار، زرهدار با جوشن کارزار. چو بیچاره برگشتم از دست اوی، بدیدم کمان و بر و شست او، سوی چاره گشتم ز بیچارگی، بدادم به دو سر به یک بارگی، زمان ورا در کمان ساختم، چو روزش سر آمد بینداختم. از که جانش رو من در کمان پیچیده بودم، یعنی با اون عرض کنم که خردی که زال به کار برد، چو روزش سر آمد بینداختم. یعنی زمان اسفندیار که سر آمد تیر رو انداختم. گرو را همین روز باز آمدی، مرا کار گز کی فراز آمدی. از این خان تیره بباید شدن، از این خاک تیره بباید شدن، به پرهیز یک دم نشاید زدن. همان است که از گز بهانه منم، و از این تیرگی در فسانه منم. اینم توضیح رستم هست. چنین گفت، حالا این صحبت رستم اسفندیار با رستم خیلی خیلی جالب هست. چنین گفت با رستم اسفندیار، که اکنون سر آمد مرا روزگار. تو اکنون مپرهیز و خیز ایده رای، که ما را دگرگونه تر گشت رای. گفت به طور کلی اندیشه من یه چیز دیگری شد، من دیگه بیا نزدیک من. تو اکنون مپرهیز و خیز ایده رای، بیا پیش من، به من نزدیک شو، که ما را دگرگونه تر گشت رای. مگر بشنوی پند و اندرز من، بدانی سر مایه و عرض من، بکوشی اون را به جای آوری، بزرگی برین رهنمای آوری. تمتن به گفتار او داد گوش، پیاده بیامد در برش با خروش. همی ریخ از دیدگان آب گرم، همی مویه کردش به آوای نرم. آرام آرام میگریست رستم و آرام آرام مینالید، همی مویه کردش به آوای نرم. چو دستان خبر یافت از رزمگاه، ز ایوان چو باد اندر آمد به راه، ز خانه بی آمد به دشت نبرد، دو دیده پر از آب و دل پر ز درد. زوار فرامرز چون بیهوشان، برفتند چندی ز گردن کشان. اینجا در واقع ایجاز قصر میگفتن، ایجاز حذف در واقع اینجا. ببینید چند بیت حذف شده اینجا. ببینید، زوار فرامرز چون بیهوشان، برفتن چندی ز گردن کشان. یعنی زواره و فرامرز که شنیدن این داستان رو، با تعدادی از گردن کشان رفتن ببینن چه خبر است. همه رو مختصر کرده است استاد طوسی در دو مصرع. زوار فرامرز چون بیهوشان، برفتن چندی ز گردن کشان، خروشی برآمد ز آوردگاه، که تاریک شد روی خورشید و ماه. برستن چنین گفت زال ای پسر، تو را بیش گریم به درد جگر، که ایدون شنیدم ز دانای چین، ز اخترشناسان ایران زمین. ایران زمین چقدر زیباست، که هر کس که او خون اسفندیار، بریزد سرایت بر روزگار. بدین گیتی از شور وقتی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. چنین گفت با رستم اسفندیار، که از تو ندیدم بد روزگار. زمانه چنین بود و بود اون چه بود، سخن هرچه گویم بباید شنود. بهانه تو بودی، پدر بود زمان، نرستم نه سیمرغ و تیر و کمان. میگه حقیقتش این است که تو بهانه شدی در واقع. تقصیر اصلی برگردن پدر هست. پدر بود زمان، یعنی اینجا زمان به معنی مرگ هست در واقع، یعنی مرگ من رو، اون مرگ من بود. نرستم
نه سیمرغ و تیر و کمان، مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم که از این پس بود نیم روز، بکوشی تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم به رنج. میخواست که همه تشکیلات به خودش بمونه و من در واقع در رنج و درد باشم. از این گشتاس بس. حالا موزیک میخوام خدمت شما بگم که حالا این گشتاس دیگه خیلی خودخواه بوده در واقع، یعنی اسفندیار همه آزمون ها رو داده بوده، لایق پادشاهی بوده، اون نمیخواسته. اما این رفقای خاورمیانه خودمون از صدام حسین بگیرید و نمیدونم اون یارو بیچاره بد عاقبت، قاتل بد عاقبت در لیبی، قذافی و اون حسنی مبارک و اینا، پسراشون رو اینا آماده کرده بودن البته برای رهبری. این آثر علی خودمان هم شاهزاده آقا مشتبه رو آماده کرده است، زمزمش هست. از کردم سیستم سلطانی در ایران سقوط نکرد، اندکی احمقانه شده. همه نهادهایی که قدیم بود امروز هم هست. قدیم در روزگار قدیم همه دستورها از دربار می آمد، همه دستورها امروز از بیت سید علی می آمد. هیچ فرق نکرده زندگی ما، یعنی زندگی سیاسی مردم ما تفاوتی نکرد. منتها این هزار بار در واقع در ذات خبیث‌تر هست. خب میگوید پدر من به خاطر خودش نگه داره منو به این بیچارگی دوچار کرد. کنون بهمن نامور پور من، خردمند و بیدار دستور من، بمیرم بیا بمیرم پدروارش اندر پذیر، همه هرچه گویم تو را یاد گیر، به زابلستان در ورا شاد دار، سخنهای بدگوی را یاد دار. البته این اشتباه عظیمه رستم بوده اینجا، چو اژدر کشی بچهش پروری، به دیوانگی ماند این داوری. و این تراژدی برانداختن خانواده رستم و به زندان انداختن زال و به دار کشیدن فرامرز، اینا داستانای غم انگیزی است. پیامدم این داستان و محبتی که رستم کرد در حق بهمن. امیر جان چقدر وقت داری مجیده؟ اصلا وقت نداری؟ تموم شد. بله. خب وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم از توجهی که فرمودید و امیر در اتاق فرمان و همزبانان گرامی در هر جا که هستن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.